در دهم ربیع الثانی سال 1330 هجری قمری واقعی دردناک در تاریخ اعتقادات شیعیان و مردم ایران رقم خورد که یادآور هتک حرمت و تجاوز بیرحمانه به یکی از حرمهای مطهر امامان معصوم علیه السلام است. همکارم در گزارش خود به روایت این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. در روز دهم ربیع الثانی سال 1330 هجری قمری برابر با روز دهم فروردین 1291 شمسی و مصادف با 29 مارس 1912 میلادی، حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس شاهد یک فاجعه بزرگ بود. دو ساعت مانده به غروب، صحنه مطهر با صدای شلیک توپ‌های روسی و تیراندازی سربازان مسلح به هم ریخت. این واقعه به دلیل مخالفت‌های داخلی و تحریکات خارجی به وقوع پیوست و زائران و مردم را در هراس و اضطراب فرو برد. دولت روسیه با هدف تضعیف حاکمیت ایران و در واکنش به تشکیل ژاندارمری توسط مورگان شوستر آمریکایی به این اقدام وحشیانه دست زد. با ورود قوای روس به مشهد، حرم امام رضا علیه السلام به عنوان هدف اصلی قرار گرفت. با تیراندازی به سمت گنبد و ضریح مطهر بیش از 100 نفر جان باختند و خسارات فراوانی به بنا و خزانه حرم وارد شد. شرایط بحرانی آن زمان به وضوح نشان دهنده عمق فاجعه و بی احترامی به مقدسات دینی بود. چهار شبانه روز حرم در تصرف نیروهای روس بود و این اتفاق خشم و نارضایتی عمومی را برانگیخت. در این روز صحن مطهر امام رضا با صدای شلیک توپهای روسی و تیراندازی به سمت زائران و مردم به فضایی مملو از وحشت و ناامنی تبدیل شد. این فاجعه زخم عمیقی بر تاریخ مشهد و امام هشتم گذاشت و برای همیشه روسیه به بزرگترین دشمن مقدسات دینی تبدیل شد که برای اعتقادات مردم مؤمن و متدین کمترین حرمتی قائل نیست. این فاجعه گواهی بر خوی ددمنشانه و خشونت نیروهای اشغالگر روس بود که در کمال بیرحمی به حریم حرم مطهر امام هشتم تعرض کردند. حمله‌ای که نه تنها به جان و مال مردم آسیب زد، بلکه احساسات مذهبی میلیون‌ها مسلمان را جریحه دار کرد. این واقعیه تلخ تأکیدی است بر ضرورت آگاهی و هوشیاری در برابر دشمنان دین و مذهب و به ما یادآوری می‌نماید که حفظ مقدسات و ارزش‌های دینی نیازمند عزم و اراده همگانی است.